سلام نوین های دوست داشتنی، من محسن رقیبی هستم، اینجا نوین الکترونیک. خب توی این ویدیو مقدمات تعمیر تلفن همراه رو در خدمت شما عزیزان هستم، در ادامه با من همراه باشید. خب دوستان عزیز، توی جلسه اول که مقدمات سخت افزار تلفن همراه هست، توضیحات رو خدمت شما عزیزان میدم و اگر سوالی هست میتونید برامون کامنت کنید و بهتون پاسخ میدم. جلسه اول و مبحث اولمون در واقع در مورد مباحث اصطلاحاً پایه یا مقدماتی این حوزه است. دوست عزیز، شما در ابتدا باید با مفاهیم ولتاژ، جریان و اختلاف پتانسیل آشنا بشید. در واقع ولتاژ و در واقع جریان و اختلاف پتانسیل یه سری نکاتی هستن که شما به عنوان تعمیرکار تلفن همراه باید این اصطلاحات رو کامل بشناسید و در مورد اون اطلاعاتی رو داشته باشید. ببینید دوستان، ولتاژ در واقع از دو قسمت AC یا دو بخش AC و DC تشکیل میشه. AC در واقع امپلیتیود کارنت یا جریان متناوب هست، یعنی نسبت به زمان دائما در حال تغییره و نمیتونیم یه مقدار ثابت رو براش در نظر بگیریم، در صورتی که ولتاژ یا جریان DC به صورت در واقع ثابت و یک نواخت است. اگر ولتاژ 4 ولت است، توی هر زمان در واقع میزان ولتاژ اون تغییر نمیکنه، در صورتی که جریان متناوب یا ولتاژ متناوب دائما در حال تغییره. ولتاژ AC در واقع برق شهر هست دوستان، و ولتاژ DC ولتاژ باتری ها، منابع تغذیه، شارژر هامون از نوع DC هستن. خب اگه بخوام تعریف درستی از ولتاژ داشته باشم، ولتاژ رو میتونیم به یه مخزن اصطلاحاً آب تشبیه کنیم و این مخزن آب متشکل از مولکول های آب هست و این آب اگر به جریان نیفته در واقع دوستان ولتاژ هست. فرض کنید یه بشکه آب یا یه مخزن آب یا یه سد رو میتونید در نظر بگیرید. اون آبی که اونجا انباشته شده و عملاً از مدار یا اصطلاحاً توی اون مخزن حرکتی درش اتفاق نیفتاده ولتاژ است. اما ما اگر بیایم در واقع یک شیر رو براش در نظر بگیریم و این مولکول‌های آب رو به جریان بندازیم، در واقع اومدیم جریان رو ایجاد کردیم. پس ببینید دوستان، توی دنیای الکترونیک هم به همین صورت هست. ما اگر بخوایم ولتاژ رو در واقع تبدیل کنیم به جریان، کافیه که بین دو تا منبع اصطلاحاً یه اختلاف پتانسیل ایجاد کنیم و بین دو تا منبع، یعنی از منبع بزرگتر نسبت به منبع کوچکتر، در واقع جریان جاری میشه. پس دوستان، تو دنیای واقعی اگر ما از شیر آب استفاده میکنیم و این رو به جریان میندازیم، تو دنیای الکترونیک با ایجاد اختلاف پتانسیل بین دو تا منبع در واقع جریان جاری میشه. این جریانی که به ما انرژی میده و توی مدار ما میتونیم ازش استفاده کنیم و از انرژیش در واقع بلوک‌های مختلف رو راه اندازی کنیم. پس متوجه شدیم که ولتاژ چی هست، جریان چی هست. واحد ولتاژ در واقع ولت هست و واحد جریان که حالا آی هم نمایشش میدن آمپر هست. حاصل ضرب ولتاژ در جریان رو میتونیم توان بگیم و در واقع واحد توان رو هم با وات نمایش میدن. بس بخوام توضیح رو بدم که درک بهتری داشته باشید، خیلی از شارژرها یه ولتاژ خروجی دارن و یه جریان خروجی دارن که اگر ما این دوتا رو در هم ضرب کنیم، توان یا وات اون به دست میاد. خیلی وقتا شنیدیم میگن شارژر 10 واتی. خب اگر به خروجی اون دقت کنیم، متوجه میشیم که ولتاژ 5 ولت و جریان 2 آمپر رو داره که میشه در واقع عدد توان اون. پس دوستان، ما توان امروز زیاد میشنویم و حاصل ضرب ولتاژ و جریان رو میتونیم توان در نظر بگیریم. خب دوستان، مرحله بعد میریم سراغ ولتاژ هایی رو که توی حوزه موبایل ما باهاش سر و کار داریم و باید این ولتاژ ها رو بدونیم. خب حالا که مبحث ولتاژ و جریان رو متوجه شدیم، من برای تو اصطلاحا تکمیل اون توضیحات قبلی این نکته رو بهتون بگم که ما در واقع برق شهر رو که به عنوان AC هست رو به وسیله یه سری مبدل که حالا انواع اقسامی هستن از نوع SMPS یا خطی ها تبدیلش میکنیم به DC.
پس منابع AC به وسیله مبدل‌ها تبدیل میشن به DC و تو حوزه الکترونیک ما از DC استفاده میکنیم. توی بحث موبایل دوستان این نکته خدمت شما بگم، ولتاژ ما که حوزه کاریش DC است، ولتاژی رو که توی حوزه موبایل داریم ما میگم خدمتتون که بدونید، ولتاژ باتری ها در واقع 3.7 ولت هست و این امکان وجود داره که تا 4.2، بعضن تو برخی از موبایل ها تا 4.4 باتری ها قابل شارژ هستن. ولتاژ در واقع خروجی شارژر هامون توی نسل های اولیه در واقع 5 ولت 1 آمپر بودن که میتونستیمش بگیم 5 وات، یعنی شارژر های نسل اولیه 5 وات بودن. البته نیم وات رو هم در گذشته داشتیم که خب این صحبت برمیگره حداقل به 10 سال گذشته. شارژر نسل امروزی از 1 آمپر شروع میشن و 5 ولت 2 آمپر رو داریم که شارژر 10 وات هستن و بعد از اون در واقع ارتقا پیدا کرد به شارژرهای اولترا فست، 9 ولت 1.63 آمپر هست که یه چیزی اولش تقریبا 15 وات رو برای ما توی خروجی برمان داره. اولش تقریبا بین 14 تا 15 وات هست. شارژر نسل جدید توان و واتش رو بیشتر شده و عرضم به خدمتتون که 9 ولت 2 آمپر رو داریم که هولوش 18 وات هست. شارژرهایی رو داریم که 12 ولت 2 آمپر هست، هولوش 24 وات و بالاتر. پس دوستان شارژرهایی رو که امروز می‌بینید توی بازار وارد شدن و توانهای اصطلاحاً بالایی رو دارن، این میزان ولتاژ و جریانی که توی خروجی هست رو اگر در هم ضرب کنیم میزان توان به دست میاد. خب پس ولتاژ باتری ها محاسبه شد، مقدارشون مشخص شد، ولتاژ شارژر هامون مشخصه. اما این نکته رو خدمتتون بگم دوستان، ما یه ولتاژ دیگر رو هم باید بشناسیم. ولتاژ در واقع اصطلاحاً کانکتورهای باتری، ولتاژ منابع تغذیه که ما به جای باتری از استفاده می‌کنیم رو هم خدمتتون توضیح میدم. ببینید دوستان، ما خیلی از موارد موبایلی بهمون مراجعه می‌کنه برای تعمیر، ما این موبایل رو به وسیله منابع تغذیه که اصطلاحاً بهشون میگن DC Power Supply در واقع تست میکنیم. این منابع DC در واقع که منابع تغذیه هستن، در مورد اون هم ویدیو رو براتون آماده کردیم که لینکش رو براتون میذارم، میتونید کامل ببینید، میتونید موبایل رو در واقع تست کنیم. خب ما یه نمایشگر ولتاژ داریم و این نمایشگر جریان داریم و توی منابع تغذیه معمولاً یه اصطلاح خروجی یا پراب مثبت داریم و یه پراب منفی. موبایل هم در واقع همین حالت هستن، مثبت منفی و یه پورتی به نام BSI هست که در مورد اون هم ویدئویی رو آماده کردیم، میتونید اون رو هم مطالعه کنید. اگر ما مثبت رو به مثبت وصل کنیم، منفی رو به منفی وصل کنیم، میتونیم در واقع عملکرد دستگاه رو تو قالب جریان محاسبه کنیم. حالا اینجا سوال پیش میاد، ما چه ولتاژی رو باید به دستگاه اعمال کنیم اگر در واقع باتری دستگاه رو از دستگاه خارج کنیم و به جاش از منبع تغذیه استفاده کنیم؟ خب قبلا هم خدمتتون گفتم ولتاژ باتری 3.7 هست تا 4.2. ما ولتاژی رو که در واقع با منابع تغذیه میدیم میزان ولتاژ 4.2 هست که این 4.2 در واقع به ولتاژ کاری هم معروف هست. پس متوجه شدیم که ولتاژ منابع تغذیه که به جای باتری به گوشی متصل میکنیم 4.2 ولت هست. این نکته رو هم در نظر داشته باشید. خب دوستان مبحث ولتاژ رو بهتون توضیح دادم، در ادامه با من همراه باشید. مفاهیم در واقع پایه مربوط به موبایل و ساختار داخلی اون و بخش‌های مهم موبایل رو که بسیار هم مفید و کاربردی هست رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.